پرزیدنت ترامپ ساعتی دیگر میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید خواهد بود. چاره جویی برای نواقص توافق اتمی موسوم به برجام، متوقف ساختن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران و مهار فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه در صدر گفتگوهای رهبران دو کشور قرار دارد. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل امروز در پنجمین دیدار خود جبهه واحد در مورد توافق اتمی موسوم به برجام و تلاش برای توقف در برنامه موشکی بالستیک تهران را نشان خواهند داد. خواست پرزیدنت ترامپ برای رفع نواقصی که میگوید روح برجام را نقض کرده است و نگرانی های ناشی از اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه از جمله در جنگ های سوریه و یمن در دستور کار است. آقای نتانیاهو گفته است قبل از هر چیز درباره فعالیت های اتمی و رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفتگو و تبادل نظر می کند. این دیدار بسیار مهمی است. دوست بزرگ اسرائیل و دوست خوب خودم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را ملاقات خواهم کرد. اول از همه به خاطر تصمیم تاریخیش برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در روز استقلال تشکر خواهم کرد. این تحول بزرگی برای کشور ماست. درباره خیلی چیزها با او گفتگو خواهم کرد. اما اول ایران، سلطه‌جویی‌هایش، بلندپروازی‌های هسته‌ای‌اش و به طور کلی رفتار پرخاشگرانه‌اش در منطقه خاورمیانه و در نزدیکی مرزهای ما. به نظر من جلوگیری از سلطه‌جویی ایران باید هدف مشترک همه کشورهای منطقه باشد. اما اول این بر عهده ماست، بر عهده همه اسرائیلی ها. پرزیدنت ترامپ پیشتر ضمن تشریح سیاست خارجی جامعه آمریکا تاکید کرده است که از برجام کنار خواهد کشید مگر آنکه متحدان اروپایی و کنگره آمریکا نقایص بیشمار آن را رفع کنند. من به دولت دستور می‌دهم از نزدیک با کنگره و متحدانمان برای رفع اشکالات بیشمار این توافق همکاری کنند تا رژیم ایران هرگز نتواند با سلاح‌های اتمی جهان را تهدید کند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید ایران در مسیر ساخت کارخانه تولید موشک‌های هدایت شونده در لبنان است. آقای نتانیاهو در پی پرواز یک پهپاد ایران و فراز اسرائیل که هدف سامانه دفاع موشکی قرار گرفت و سقوط یک جت جنگنده اسرائیل در سوریه که در حال بمباران سامانه دفاع موشکی سوریه بود، به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اسرائیل میتواند مستقیما علیه جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شود. مهدی آرامی، صدای آمریکا.